اول جمادی الاولا سال روز صدور فتوای تاریخی تحریم تنباکو توسط مرحوم آیت الله العظما سید محمد حسن حسینی شیرازی مشهور به میرزای شیرازی از مراجع تقلید وقت ساکن سام راست بسیاری از مورخین تاریخ معاصر ایران صدور این فتوا را زمین ساز شکل گیری اندیشه مردم سالاری و استقلال طلبی و استعمار ستیزی مردم ایران با پشتیبانی روحانیت شیعه حتی پیش از شکل گیری جنبش مشروطه می دانند. پیش از صدور فتوای اصلی تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی اعتراضات در شهرهای مختلف ایران به امتیاز استعماری انحصار خرید و فروش تنباکو به کمپانی انگلیسی رژی بالا گرفته بود. میرزای شیرازی با ارسال تلگراف های متعدد به دربار ناصر شاه ضمن اشاره به مزار و مفاسد اجازه مداخله خارجی ها در ایران به اعطای امتیازات نیز توجه نمود و همه آنها را منافی سریح قرآن نوامیس الهیه و استقلال ایران خواند. هرچند شاه قاجار به تلگراف میرزا پاسخ نداد ولی برای توجیه اقدامات دولت و ذکر دلایل اعطای امتیاز و مشکلات ناشی از لغو آن میرزا محمود خان مشیر کارپرداز ایران در بغداد را نزد میرزای شیرازی در سامرا فرستاد. با این حال میرزای شیرازی از توضیحات فرستاده شاه قاجار قانع نشد و تنها بر این نکته تاکید کرد که فقط باید به ملت مسلمان تکیه کرد که دولت اگر از عهده جواب به اجنبی بیرون نتوان آید ملت از جواب حسابی آجز نیست و در نهایت افزود دولت اگر از عهده بر نمی آید من به خواست خدا آن را بر هم می زنم. صدور فتوای مشهور میرزای شیرازی و عقب نشینی دربار و لغو قرارداد مذکور از جمله مهمترین مداخلات مراجع شیعه در تاریخ ایران محسوب می شود و نشان دهنده نفوذ و قدرت مراجع تقلید حتی در درون دربار و ساختار قدرت و عموم طبقات مردم ایران است.